امشب در 24 شروع به کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد همزمان با حملات هوایی اسرائیل به لبنان. Progress toward peace will put us in a stronger position to deal with the ongoing threat posed by Iran. جو بایدن هم در سخنرانیش گفته جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و باید با تهدیدهای تهران مقابله کرد. ادامه واکنش ها به مصاحبه مسعود پزشکیان با رسانه ها اینجا در آمریکا. وزیر خارجه ایران گفته های رئیس جمهوری درباره کاهش تنش با اسرائیل رو تکذیب کرد. نرگس محمدی از جامعه جهانی خواسته حقوق بشر پیش شرط مذاکره با تهران باشه. برنده جایزه نوبل صلح خواهان اقدامات فوری برای توقف اعدام ها و سرکوب زنان در ایران شد. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از آموزش نیروهای نیابتی در ایران همزمان با پیام صلح پزشکیان در نیویورک. حدود 300 نیروی شبه نظامی فلسطینی و یمنی در حال آموزش های تهاجمی در نزدیکی تهرانند. از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. از مقر سازمان ملل متحد اینجا در منهتن نیویورک 79 نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل ساعتی پیش با هدف تمرکز بر اقدام مشترک جامعه جهانی برای پیشبرد صلح با وجود تشدید درگیری ها شروع شد. جو بایدن هم در آخرین سخنرانیش در این مجمع به عنوان رئیس جمهوری آمریکا گفت که باید در برابر جمهوری اسلامی ایستاد و به گفته او هرگز و هرگز نباید اجازه داد که تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. همکارم مریم رحمتی از داخل مقر سازمان ملل با ماست. مریم، رئیس جمهوری آمریکا به برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرد، امروز روز حساسی از خود رئیس جمهوری ایران هم تا ساعتی دیگه قراره سخنرانی کنه. پس از آغاز رسمی مجمع عمومی سازمان ملل تا این لحظه 13 کشور سخنرانی کردند. بعد از سخنرانی رهبران 6 کشور دیگه مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خواهد کرد. اختلافات ژئوپلیتیکی، آتش بس در غزه، تغییرات اقلیمی و استفاده از هوش مصنوعی و اصلاح شورای امنیت که فقط 5 عضو دائم تصمیم گیرنده همیشگی نباشند، مهمترین موضوعاتی بودند که در مجمع عمومی تا این لحظه مطرح شدند. موضوع دیگری که بلا استثناء در همه سخنرانی ها مطرح شد افزایش تنش ها میان حزب الله لبنان و اسرائیل بود که رهبران جهان بر دیپلماسی تاکید کردند و خواستار خیشتنداری طرفین میشن. دبیرکل سازمان ملل هم در سخنرانیش گفت که لبنان نباید به غزه دیگری تبدیل بشه. سپس جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا چهارمین و آخرین سخنرانی خودش رو در مجمع عمومی سازمان ملل انجام داد. بایدن تاکید کرده که دیپلماسی میتونه تاثیرگذار باشه و کارساز باشه. بایدن گفت که حزب الله پس از حمله 7 اکتبر بدون اینکه تحریک بشه به اسرائیل شلیک کرد، که این نشون دهنده این هستش که ایالات متحده آمریکا حزب الله رو مقصر وضعیت کنونی در مرز لبنان و اسرائیل میدونه. بایدن در سخنرانیش همچنین بر موضوع ایران پرداخت و خیلی کوتاه اشاره کرد بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و همچنین اینکه بر ضرورت مقابله با تهدید ایران تاکید کرد و گفت که با همکاری باید رهبران جهان از رسیدن اکسیژن به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی جلوگیری کنند و همچنین تاکید کرد که ایران هرگز و هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. با هم بخشی از سخنان جو بایدن رو در مجمع عمومی سازمان ملل ببینیم. حرکت به سمت صلح ما را در موضع قوی تری قرار خواهد داد تا با تهدیدات ناشی از ایران مقابله کنیم. اجازه ندیم که ایران اکسیژن برسونه به نیروهای نیابتیش که 7 اکتبر شروع کردن، و اطمینان حاصل کنیم که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید. فرداد باید بگم که بعد از جمهوری آمریکا رو میشنیدیم. ببخشید ادامه بده.
بعد از سخنرانی جو بایدن، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه سخنرانی کرد و بیشتر سخنرانیش متمرکز بود بر وضعیت در غزه و فلسطینیان در کرانه باختری و گفت که 41,000 فلسطینی از جمله کودکان کشته شدن. از رهبران جهان پرسید که تا کی میخواهید این نسل کشی رو تماشا بکنید؟ اردوغان گفت که او موافقه که ساختار شورای امنیت تغییر بکنه. موضوع تغییر ساختار شورای امنیت همونطور که گفتم یکی از موضوعات مهم بوده که خیلی از کشورها موافق هستن که اعضای شورای امنیت افزایش پیدا بکنن تا 20 عضو و همچنین اعضای شورای امنیت اعضای دائمش هم فقط این 5 کشوری که حالا هستند نباشن و کشورهای دیگری از جمله کشورهای آفریقایی اضافه بشن. اما موضوع تنش در منطقه خاورمیانه مخصوصا میان حزب الله و اسرائیل یکی از موضوعاتی هست که سایه انداخته بر مجمع عمومی سازمان ملل، مخصوصا که حالا مسعود پزشکیان در نیویورک و به زودی نخست وزیر اسرائیل هم به نیویورک خواهد اومد، دو کشوری که بسیار تاثیرگذار هستند و نقش دارند در اون چه که ما در خاورمیانه این روزها می‌بینیم. خیلی از کشورها باور دارن که جمهوری اسلامی ایران میتونه در کاهش تنش‌ها تاثیرگذار باشه. دیروز فایل صوتی از پزشکیان به دست ما رسید که در اون فایل صوتی پزشکیان تاکید میکنه که اگر اسرائیل سلاح خودش رو به زمین بذاره جمهوری اسلامی هم این کار رو خواهد کرد. اما سفیر اسرائیل در سازمان ملل دنی دنن هم دقایقی قبل اینجا در مقر سازمان ملل یک کنفرانس خبری داشت با خبرنگاران که او تاکید کرد که اسرائیل علاقمند نیست که یک حمله زمینی رو آغاز بکنه و علاقمند هست که در مورد ایده های کاهش تنش ها بشنوه. حالا که در اواخر هفته قرار هست نخست وزیر اسرائیل هم اینجا باشه، کشورها امیدوار هستند که بتونن از طریق دیپلماسی این تنش ها رو کاهش بدن و از یک جنگ تمام عیار که میتونه خاورمیانه رو به سمت نابودی بکشونه جلوگیری بکنه. اما فردا ما مطمئن نیستیم که چقدر میتونه این هفته پر از اتفاقات دیپلماتیک در سازمان ملل بر وضعیت کنونی در مرز لبنان و اسرائیل تاثیر بذاره. برمیگردم بهتون. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگار ما در داخل مقر سازمان ملل متحد همینجا در منهتن نیویورک. بیننده پوشش ویژه برنامه 24 هستید از مقر سازمان ملل متحد در این 79th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد. الیزابت استیکنی سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا هم اینجا به ما پیوسته. خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. رئیس جمهوری ایران با ادبیات به نظر نسبتاً جدیدی وارد نیویورک شد. چه به محض ورودش در فرودگاه جان اف کندی حرف از صلح و آرامش جهانی زد، چه دیروز در مصاحبهش با بعضی رسانه‌های آمریکایی حرف از این زد، هرچند الان وزیر خارجه عقب نشینی کرده که اگر اسرائیل سلاحاشو پایین بذاره ما هم سلاحامون رو کنار خواهیم گذاشت. آیا تغییری میبینید واقعا از منظر ایالات متحده آمریکا در رویکرد جمهوری اسلامی؟ السلام با شما و بر بینندگان محترم. برای دولت آمریکا چیزی که مهم است اقدامات است و نه اظهارات، و اگر ایران، رژیم ایران میخواهد نشان بدهد که خواهان روابط بهتر با دولت آمریکا باشد، میتواند مثلا دیگه از گروه‌های تروریستی حمایت کند، می تواند با آژانس اتمی همکاری کند و می تواند دیگه زنان ایران را سرکوب نکند. آیا هیچ سیگنال مثبتی تا این لحظه از ایران دیدید که این تصور رو در دولت آقای بایدن ایجاد بکنه که شاید بشه مذاکرات هسته‌ای رو دوباره احیا کرد؟ فقط میتونم تکرار کنم که چیزی که مهم هست برای ما اقدامات است و نه اظهارات. چه نکته‌ای فکر می‌کنید بیش از هر چیز دیگری در اقدامات جمهوری اسلامی می‌تونه رویکرد آمریکا رو تغییر بده؟ بهتر است که همکارانی من در واشنگتن در این مورد صحبت کند. نکته مهم امروز اینجا از نیویورک این است که پرزیدنت بایدن امروز سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل داشت و هم به موضوع ایران اشاره کرد، گفت که ما متحد هستیم که ایران هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دست نیابد و همچنین همه گزینه‌ها روی میز هستند.
چقدر فکر میکنید که الان علارغم تلاشی که دولت بایدن انجام داده، منطقه در آستانه یک احتمال رویارویی بزرگتر قرار گرفته با توجه به آنچه که در لبنان داریم میبینیم؟ خطر تشدید تنش‌ها واقعی هست. دولت آمریکا بعد از حملات 7 اکتبر تلاش میکند برای جلوگیری از گسترش جنگ و از تشدید تنش‌ها، و ما هنوز به تلاش‌های دیپلماتیکی ما ادامه میدهیم. ما فکر میکنیم که یک راه حل دیپلماتیک بهترین راه حل است برای حل کردن درگیری در مرزهای لبنان، و ما حتی امروز با این باور هستیم که رسیدن به این راه حل دیپلماتیک هم امکان پذیر هست، و ما باید هرچه زودتر برای رسیدن به این راه حل دیپلماتیک کار کنیم. هیچ تلاشی چه از سمت دولت آمریکا چه از سمت دولت ایران بوده در این دو روزی که رئیس جمهور ایران به نیویورک اومده برای ارتباط یا مستقیم یا توسط کشور ثالث؟ هیچ جزئیات در این مورد ندارم. ما اینجا در نیویورک بر پایان دادن به جنگ ها تمرکز داریم، و ما هم میخواهیم نظام بشردوستانه سازمان ملل را احیا کنیم. ولی ردش هم نمی کنید؟ بهتر است که همکاران من در واشنگتن در این مورد صحبت کنند. چه نکته‌ای به نظرتون الان بیشترین دغدغه ایالات متحده در مورد جمهوری اسلامی؟ آیا موضوع حقوق بشر در ایران هست؟ آیا برنامه هسته‌ایش هست؟ آیا حمایتش از گروه‌های نیابتی در منطقه است؟ چه دغدغه بزرگترینه برای شما؟ از دیدگاه دولت آمریکا، رژیم ایران بزرگترین حامی دولتی تروریسم هست، و ما می‌بینیم که ایران از حزب الله، از حماس و از حوثی‌ها حمایت می‌کند. همزمان با این ما مصمم هستیم که از حقوق بشر مردم ایران حمایت کنیم، هم و هم از زنان ایران. همین الان که داریم صحبت میکنیم با هم، صدای تظاهرات رو دارم میشنوم اینجا که بسیاری دارن شعار میدن علیه حضور پزشکیان اینجا و اقدامات جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر. چه اقداماتی دولت شما داره الان انجام میده برای مطلع کردن افکار عمومی آمریکا و پاسخگو کردن ایران در مورد نقض حقوق بشر؟ حمایت از حقوق بشر در ایران برای دولت آمریکا یک اولویت است، و همونطوری که شما دیدین هفته پیش، ما تحریم های تازه را علیه ناقضان حقوق بشر در ایران اعلام کردیم، و نشان می دهد که ما مصمم هستیم که از حقوق مردم ایران حمایت کنیم. برگردم دوباره به تنش در خاورمیانه و جنگی که الان عملاً دیفکتو شروع شده از سمت اسرائیل در لبنان. اگر جمهوری اسلامی وارد بشه، الان ما گزارش‌هایی داریم که حزب‌الله از تهران خواسته که کمک بکنه و حتی حمله بکنه به اسرائیل. اگر چنین اتفاقی بیفته، آیا ایالات متحده هم وارد این نزاع خواهد شد؟ میتونم بگم که حضور نیروهای آمریکایی در منطقه هدفش بازدارندگی هست، و ما الان تلاش میکنیم تا به راه حل دیپلماتیک برسیم، و این هفته در نیویورک رسیدن به راه حل دیپلماتیک مورد تمرکز ما خواهد بود. بسیار ممنونم از شما که دعوت ما رو اینجا در مقر سازمان ملل پذیرفتید. خیلی ممنون. مرسی. بیننده پوشش ویژه ما هستید از مقر سازمان ملل متحد در برنامه 24. همطور که اشاره شد، ادامه حملات هوایی اسرائیل به شرق و جنوب لبنان بر مجمع عمومی سازمان ملل متحد سایه انداخته. دبیر کل سازمان ملل در سخنرانیش گفته جنگ غزه به کابوسی بی انتها و تهدیدی علیه سراسر منطقه تبدیل شده. همزمان در غزه یک کابوس لایتناهی رو داریم، و اگر میخواید که ببینید که گسترش یافتن بحران غزه چه پیامدهایی خواهد داشت، کافی که به لبنان نگاه کنید. لبنان در آستانه سقوط قرار گرفته. مردم لبنان، مردم اسرائیل و مردم جهان نمیتونن اجازه بدن که لبنان تبدیل به غزه دیگری شود. خیلی روشن بگیم، هیچ چیزی نمیتونه توجیه کنه اقدامات شنیع تروریستی حماس که 7 اکتبر مرتکب شدن یا گروگانگیری رو، و هر دوی اینها رو من مکرر محکوم کردم، و هیچ چیزی هم نمیتونه توجیه کنه مجازات دست جمعی مردم فلسطینی رو.
همزمان با سفر پزشکیان به نیویورک، نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل، در نامه‌ای به دبیر کل و اعضای مجمع عمومی سازمان ملل خواسته حقوق بشر رو به عنوان پیش‌شرط هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی در نظر بگیرن. خانم محمدی در نامش خواستار اقدامات فوری اونها برای توقف اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی و پایان سرکوب زنان در ایران شد. این برنده جایزه صلح نوبل با اشاره به نام فعالان زن زندانی مثل شریفه محمدی و پخشان عزیزی که محکوم به اعدام شدند، تأکید کرد جنبش زن زندگی آزادی با شدیدترین سرکوب از جمله حکم اعدام از سوی حکومت ایران مواجه شده. جمعی از ایرانیان در مقابل سازمان ملل در نیویورک اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی و حضور پزشکان در سازمان ملل تجمع کردند. در سوی دیگه شاید صدای اونها رو تا حدودی بشنوید. همکارم اردوان روزبهم از محل تجمع اعتراضی این ایرانیان به ما پیوسته و همینطور کیان امانی هم در هتل ملنیوم مقر هیئت ایرانی با ماست. با اردوان شروع می‌کنم. چه میگن تظاهرکنندگان؟ چقدر قابل توجه است تعداد اونها؟ تظاهرات در مقابل سازمان ملل شروع شد، اما این جمعیت حرکت کردند در خیابان‌های اطراف سازمان ملل و آمدن بالا. به نوعی تلاششون هستش که دیگر مردم این روسا، اینجا از هر ملیتی از هر کشوری میتونی آدم ببینی و بهترین فرصت برای اینکه راجع به اتفاقی که در ایران داره میفته بشه صحبت کرد، و به همین دلیل که این حرکت ادامه پیدا کرد. تظاهرکنندگان وارد خیابان‌ها شدن. ما الان در خیابان دوم، تقاطع دوم و 44 هستیم و گروه تظاهرکنندگان توی محل تازه آمدن. اگر بتونه دوربین رو نشون بده همکار من جمعیت رو، شما جمعیت میبینین که اینجا هستش و در واقع در محل دوم درست مقابل هتل میلینیوم، جایی که هیئت ایرانی مستقر هستن، تا جایی که ممکن بوده نزدیک شدن. البته از اونجا بعد گیت و اجازه نمیدن که معترضین بخوان به هتل نزدیک بشن، اما به هر صورت اونا مقابل هستن. پرچم های ایران، شعارهای اعتراضی و تصاویری که نه به رژیم جمهوری هستش رو دارن. من میخوام خواهش کنم اگه بتونم با سیامک آرام صحبت کنم از گروه انس ایران که بلکه از برگزار کنندگان این برنامه هست، و اگه بشه چند لحظه با سیامک باشم. به ما میپیونده سیامک، در مورد برنامه اعتراضی امروز بیشتر به ما خواهد گفت. اما مسئله مهم اینه که تو همین روزها گروه های مختلفی اینجا برنامه اعتراضی رو برگزار کردن و در واقع تلاش میکنن نشون بدن چه اتفاقی در داخل ایران داره میفته، چیزی که حتی خیلی سیاستمدارای غربی نمیدونن. سیامک، برنامه امروز چطوری تا حالا پیش رفته؟ فکر میکنم خوب بوده، چون اصل این پیام مهمه که اونها میخوان مقامات جمهوری اسلامی در این ملاقات ها و دیدارهاشون به مقامات کشورهای دیگه بدن که ما منتخبی، ما اومدیم ریفرم و اصلاح و تغییرات انجام بدیم. اما این اعتراضات نشون میده که اینطوری نیستش و ما هنوز اکوی صدای مردم داخل ایران و شعار زن زندگی آزادی هستیم. الان هم که دیدین ما جا رو عوض کردیم، اومدیم به نزدیکترین نقطه‌ای که به لحاظ امنیتی اجازه میدن، به هتل محل اقامت مقامات جمهوری اسلامی. به نظر تو اون چه که پزشکیان داره میگه تلاشی برای اینکه تصویر متفاوتی از جمهوری اسلامی بده، آیا واقعا فکر می‌کنی تصویر متفاوتی میشه ارائه کرد؟ من فکر می‌کنم با شرایطی که داخله، پیامایی که از داخل میاد، مخابره میشه، مردم، اعتراضات، نارضایتی‌ها، پرستارها، اتفاقات مختلف، کارگران و این تجمعات در سراسر دنیا، سالگرد دومین سالگرد قتل مهسا، همه اینا اختلال ایجاد میکنه تو اون پیامی که اونا میخوان به جهان مخابره کنن. فکر میکنم مسئله مهم برای همه این معترضینی که اینجا میبینید وجود داره اینی که اونا معتقد هستن که تصویری که تلاش میکنه جمهوری اسلامی نشون بده تصویر واقعی از مردم ایران، از رابطه حکومت با مردم ایران نیست. و فکر میکنم تا ساعتی دیگه هم اینجا مقابل هتل ملینیوم خواهم بود تا اعتراضشون هم به گوش مقامات جمهوری اسلامی و هم بسیاری از سران کشورها در این منطقه برسونن. به هتل ملنیوم اشاره کردی، کیان امانی جلوی لابی هتل ملنیوم با ماست. کیان، از رفت آمد هیئت ایرانی بگو، چه میگن، چه میکنن؟
فرداد یک منبع امنیتی به من گفتش که از تیم سکیوریتی مسعود پزشکیان تنها خواسته شده که او و هیئت دیپلماتیک همراهش رو از این هتل به مقر سازمان ملل ببرن و هیچ جای دیگه اجازه ندارن اینا تردد بکنن به جز مسیر رفت و برگشت هتل به فرودگاه جان اف کندی. من بهش گفتم که این محدودیت تردد که از سال 2019 وضع شد شامل تمام خیابونا تو منهتن نمیشد، اینا 6 تا خیابون رو اجازه داشتن رفت و آمد داشته باشن توش. آیا این 6 تا خیابون امسال هم میتونن رفت و آمد کنن یا فقط از هتل به مقر سازمان میتونن برن؟ گفت نه، فقط به ما گفتن از مقر سازمان ملل تا هتل میتونن برن و برگردن. یعنی دیروز هم که پزشکیان رفت ساختمون فرهنگی کشور ترکیه که درست روبروی دفتر سازمان ملل، در واقع فقط از توی همون مسیر بوده، خارج از اون مسیر نبوده. حالا من نمیدونم که این تردد محدودیتی که براشون گذاشتن فقط برای هیئت دیپلماتیک یا برای 40 نفری هست که ویزا گرفتن اومدن، برای اینکه من از شب اول دیدم که اینا ساعت 5 عصر رسیدن نیویورک به وقت محلی، یعنی ساعت تقریبا 12:30 شب. از ساعت 8:30 که میشد 4 صبح به وقت تهران راه افتادن تو گروه 2 تا 6 نفره تو خیابان‌های منهتن، ویدیوهاش هستش، تا تایمز اسکوئر رفتن برگشتن. این بیرون از اون فضایی است که میگم حتی سال 2019 مشخص شده بود که هیئت ایرانی اجازه داره ازش خارج بشه، ولی این بمبه به من گفتش که دیروز حتی هیئت دیپلماتیک ایران میخواسته از این محدوده خارج بشه، چند تا ملاقات انجام بده، اجازه ندادن بهشون، خیلی باعث عصبانیتشون شده، از تیم سکیوریتی خواستن با وزارت خارجه تماس گرفته بشه، گفتن ما یک دولت جدید هستیم، دولت قبلی نیستیم، اومدیم برای سازش. تیم سکیوریتی با وزارت خارجه آمریکا تماس گرفته، وزارت خارجه تأکید کرده که محدودیت تردد برای شما وضع شده تا روزی هم که مسعود پزشکیان و هیئت همراهش در نیویورک هستن باید این محدودیت براشون برقرار باشه. فرداد برمیگردم به تو. ممنونم از هر دو شما. اردوان روزبه از محل تجمع اعتراض ایرانیان همین نزدیکی مقر سازمان ملل و کیان امانی از مقابل هتل ملنیوم محل اقامت هیئت ایرانی اینجا در نیویورک. بیننده ویژه برنامه 24 هستید از نیویورک. برای پوشش اخبار مجمع امسال سازمان ملل متحد، ساعتی پیش وزرای خارجه کشورهای گروه 7 در نشستی در نیویورک بر تعهدشون به عدم تولید سلاح اتمی از سوی جمهوری اسلامی تاکید کردن و خواستار توقف فوری فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی شدند. به گفته اونها در صورت تداوم حمایت‌های نظامی ایران از روسیه در جنگ اوکراین آماده‌اند تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع کنند. همکارم آرش علایی هم اینجا در مقر سازمان ملل به ما پیوسته. مشخصه که علارغم جنگ اوکراین و جنگ خاورمیانه، این موضوع هسته ایران همچنان یه دغدغه بزرگ هم برای ایالات متحده آمریکا هم برای شرکاش مثل گروه 7. به این بیانیه کشورهای گروه 7 اول اشاره کنیم، بیانیه چند صفحه‌ای است، 15 بار نام جمهوری اسلامی توش آمده است در جای مختلف در مورد کمک‌هایی که جمهوری اسلامی به روسیه کرده است در تهاجم غیرقانونی خودش علیه اوکراین، که چقدر بهش پهپاد داده است، همین موشک‌های بالستیک که ما تا این یک ماه گذشته داریم گزارش می‌کنیم راجع به شرف صد است، راجع به حقوق بشر صحبت کرده است، یک بخشش هم برمیگرده به برنامه اتمی. به نظر میاد که یک موضوع داغی است در این دوره از مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بعد از اینکه عباس عراقچی در کانال تلگرام خودش یک سیگنالی داد مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی داره فکر میکنه به اینکه بخواهد وارد توافق بشود دوباره و مذاکره بکند با کشورهایی که در مقابلش قرار دارن. داستان این است که الان بر اساس اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی گفتن قرار است بمانن بعد از اینکه مجمع عمومی هم تمام بشه، استری ملاقات ها انجام بدهم. اما وال استریت ژورنال گزارش میدهد که خیلی به نظر نمیاد کشورهای غربی علاقمند باشند، با توجه به اینکه سیاست های جمهوری اسلامی با اینکه حرف هایی که مقامات دولت پزشکیان میزنن ممکن است متفاوت باشه، سیاستشون فرق نکرده است.
وال استریت جورنال نوشته احتمال اینکه بخوان با دولت بایدن میخوان دیدار کنه تقریبا صفر است. احتمالاً کشورهای غربی هم فعلا بهشون جواب نخواهند داد. انتخاباتی پیش رو خواهد بود در نزدیک کمتر از 50 روز دیگه در آمریکا که ممکن است سرنوشت تمام این داستانا رو تغییر بده. صحبت هیچ قولی هم نمیتواند هیچ کدوم از کشورهای اروپایی الان بدن که هیچ شهریمی بخواهد در مورد جمهوری اسلامی بخواهد ملغا بشود یا دیگر اجرا نکند. امروز من با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تونستم صحبت کنم. ایشون داشت با مطبوعات صحبت میکرد، لطف کرد به ایران اینترنشنال هم چند تا سوال پاسخ داد راجع به همین مسئله اتمی. از آقای رافائل گروسی پرسیدم، ایشون سیاست مدار آرژانتینی است که مدت هاست در مورد پرونده جمهوری اسلامی داره در آژانس بین‌المللی فعالیت میکند و بسیار اطلاع دارد راجع به جزئیاتی که آمریکایی ها بهش حساسیت نشون میدن. به بخشی از گفتگوی من با رافائل گروسی گوش کنید، برمیگردیم راجبش حرف میزنیم. ما این رو حل خواهیم کرد، مشکلات داخلی خودمون رو البته خب یک دفعه نمیتونیم حل کنیم، ولی آرام آرام داریم حلش میکنیم، آرام آرام داریم میریم جلو. به جای اینکه به ما فرصت بدن هر روز دارن میگن میاد چهار تا مسئله دیگه برام درست میکنن. شما برای یه حقوق بشری تو زندان ناراحتی، تو فلسطین که دارن اینا رو اینجوری کشت و کشتار میکنن، صدها و هزارها و ده ها هزار آدم رو قتل عام میکنن، چرا ناراحت نیستی؟ خب متاسفانه به فایل صوتی گفتگوی آرش با رافائل گروسی آماده پخش نبود، ولی بخشی از صحبت‌های پزشکیان رو میشنیدید در گفتگو با تعدادی از رسانه‌های آمریکایی که دیروز انجام شد. البته رسانه فارسی زبان رو در اون ملاقات راه ندادن. یه نکته مهمی که در اون خیلی جنجالی شده در اون گفتگوی دیروز پزشکیان اونجاست که میگه اگه اسرائیلیا سلاحشون رو پایین بذارن ما هم حاضریم سلاحمون رو پایین بذاریم. امروز به نظر میرسه که تمام دیپلمات‌های ایرانی دستپاچه شدن، در حدی که حتی وزیر خارجه ایران هم به شکلی تکذیبش کرده، هرچند فایل صوتیش هست. ببین این دستپاچگی این گروه ایرانی روی کار خبرنگارا هم تاثیر میگذاره. من یک چیزی عرض کنم، دیروز در برنامه ای تو داشتیم صحبت میکردیم، من دیدم پزشکیان وارد شد، با یه خانومی وارد ساختمان ترک‌ها شد. از ترک‌ها پرسیدم، گفتن بانوی اول، و اینقدر از هیئت ایرانی هی پرسیدم کی رفتوش، چه کسی راه دادن، چه اتفاقی افتاده. این قرار یک موقعیت پابلیسیتی باشه برای رئیس جمهوری ایران که بگوید ما یه پیام جدیدی داریم، رفتارمون عوض شده. رفتارشون که با تیم رئیسی خیلی تفاوت داشت، حالا تفاوت نداشت، حالا وارد برخورد فیزیکی فعلا نشدن با هیچ کسی فعلا، ولی با این همه یه فرصت بسیار بزرگی برای اینها بود. به خاطر اینکه درست با خبرنگاران صحبت نمی کنن و نمی گوین، برای ما هم سخت‌تر می کنن. و همون لحظه کلمه بانوی اول که من از ترک‌ها شنیدم، بعد اومدم اینجا گفتم که همسر پزشکیان بوده است. از اون موقع من باید عرض کنم همکاران، دوستان بسیار قدیمی، خانواده، همه کسایی که میشناسم واقعا روی سوشال میدیا به من پیغام دادن، خیلی هم اظهار لطف داشتن و اشاره کردن که آقای پزشکیان همسرش فوت شده است و ایشون احتمالاً دخترش بوده. چیزی که همیشه هم به من میگن در همین پیغام ها، همه از همه دوستان هم تشکر میکنم به خاطر که منو اصلاح کردن، این است که الان حتی مشخص نیست تعداد آدمایی که پزشکیان آورده است به نیویورک چند تاست. یعنی خودشون میگن 12 تا، بعد شده 40 تا. ما که داریم میشمریم خیلی بیشتر از 40 تا به نظر میاد، هی میرند و میآیند. الان بهشون پلیس نیویورک گیر داده است، گفته است حق ندارن از چند تا بلاکی که اینجا هست بیشتر برون. شبای اول و دوم دیدیم بسیاریشون در منهتن قدم میزدن، خواستن به نظر بیان، خواستن ما را خرید بکنن. وقتی دولت پزشکیان در مورد تعداد همراهایی که با خودش میاره حاضر نیست به مردم خودش راست بگوید، واضحاً بیشتر از 40 نفرن. ما تعداد حتی نمیتونیم بهتون بگیم دقیقاً، و حاضر نیستن هم پاسخ بدن، بگن چرا اصلا این آدم ها اومدن چیکار بکنن، یا حداقل بگن الان برنامهشون چیست، میخوان بمونن بعد از مجمع عمومی. همه اینها رو پنهان نگه میدارن. بنابراین دولت پزشکیان هیچ استفاده ای نکرده است از این فرصتی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد داشته است. الان فقط یه سخنرانی دارد، احتمالاً قرار است فقط اون سخنرانی هم برای بخشی از داخل، برای بعضی از مطبوعات خودشون که فقط با یک لحن بسیار کاملا میشه گفت همه چیزهای دیگر رو کنار میگذارن و فقط حرفای آقای پزشکیان رو میخوان پخش کنند. بنابراین فرصت سوخته است. دولت پزشکیان الان فرصت داشت با رفتارش، حداقل با مطبوعات، ثابت کند که سیاستش تغییر کرده است. تا سیاستش رو تغییر ندهند نمیتوانند غربی‌ها رو قانع کنند
که داستان تغییر کرده است. از رفع تحریم خبری نخواهد بود تا وقتی این اتفاق نیفتد. تا وقتی اعتماد سازی نکنند نمیتوانند حتی با کاخ سفید بخواهن نزدیک بشن و الان صحبت کنند. دارن به من اشاره میکنن که ظاهرا اون بخشی از گفتگوت با رافائل گروسی آماده است. اجازه بده اون رو بریم بشنویم و برگردیم. This is a long process and as a process that has had ups and downs. این یه روند طولانیه، روندی که فراز نشیب هایی داشته. چیزی که وزیر خارجه گفت رو منم شنیدم. من دیشب باهاش جلسه ای داشتم که در مورد این چیزا صحبت کردیم. مسائلی هست که دو طرف باید بهش بپردازن، چون مسائلیه که ما اونها رو حل نکردیم و این چیزیه که هر دوی ما اونو قبول داریم. ما باید به این مسئله برگردیم، سعی کنیم اونها رو حل کنیم و به جلو حرکت کنیم. این تلاش در حال حاضر وجود داره. من از دستور کار وزیر خارجه ایران اطلاعی ندارم. میدونم که قراره بعضی ملاقات ها و گفتگوهای مهمی رو داشته باشه. من دستور کار خودم رو دارم و میتونم به شما بگم تصمیمی که ما گرفتیم اینه که بر اساس مکاتباتی که با رئیس جمهور پزشکیان رد و بدل کردیم به زودی به تهران میرم. امیدوارم که رئیس جمهور رو ببینم، آقای عراقچی رو دوباره ببینم و کار بین آژانس و ایران که ضروریه شروع بشه. بدون این توافق کار خیلی سختیه. بگذارید اینطور بگم، داشتن هر نوع توافق معناداری از هر نوعی. بخشی از گفتگوی رافائل گروسی بود با همکارم آرش علایی. می‌خواستی در موردش بیشتر بگیم. ببین، چیزی که آقای گروسی اشاره کرد این است که خیلی هم خوب است که این حرفا داره زده میشه، خیلی هم مثبت است، ولی اینا بخش دیپلماتیک است. یه داستان تکنیکی وجود دارد در مورد اینکه شما یک راه وجود دارد بخوای متمدن بشی که جمهوری اسلامی به بمب اتم دست پیدا نمی‌کنه، اونم تکنیکی است. باز داستانش سیاسی حل نمی‌شود. و ایشون گفت همه این داستانای تکنیکی رو دو طرف میدانن دقیقاً چیست. یکی از مسائلی که ایشون بهش اشاره کرد همون قضیه است که ما حدوداً 20 سال است میدانیم، این که در حدود بین سال‌های 2001 تا 2003 جمهوری اسلامی یک سری به نظر میاد آزمایش‌های برای ماشه انفجاری یه سلاح هسته‌ای انجام داده است یه جایی در فوردو. از اون موقع حاضر نشدن بگن همچی کاری کردن، هی گفتن اینها آثار رادیواکتیو به خاطری بوده که مثلا مواد رادیواکتیو از یه جا به یه جا منتقل شده یا یکی از دستگاه‌هاشون آلوده بوده است یا بهانه‌های دیگر آورده بودند. تا حالا آقای گروسی در این مصاحبه با من اشاره کرد که در واقع جمهوری اسلامی باید یه جوری بیاد و اعتراف کند که این اتفاق افتاده است. و بخش دومش همون داستان تکنیکی است که گفت بعد از مسئله‌ای که خودشون اشاره کردن قرار است مسافرت کنن به تهران، دوباره با عباس عراقچی مطرح خواهند کرد و امیدوارن از لحاظ تکنیکی اونو بتونن به جلو ببرن. ممنونم از تو همکارم آرش علایی اینجا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما. همونطور که پیشتر گفته شد، صحبت‌های دیشب رئیس جمهوری ایران در جلسه با رسانه‌های آمریکایی واکنش‌های زیادی داشته. مسعود پزشکیان درباره موقعیت جمهوری اسلامی گفت تروریست تروریسته و فرقی نداره از کجا باشه. او همینطور در پاسخ به وضعیت نرگس محمدی در زندان به خبرنگاران گفت به جای نگرانی برای یک حقوق بشری در زندان ایران، باید ناراحت کشتار در غزه باشند. تروریسته، فرق نمی‌کنه چه عربه، چه عجمه، چه فارسه، چه اسرائیل، چه آمریکا، چه ایرانه. ما آماده ایم تمام سلاحامونو بذاریم کنار، به شرط اینکه اسرائیل هم بذاری کنار. من زیاد سیاست بلد نیستم، دروغ گفتن هم بلد نیستم. به پیر و پیغمبر ما هم انسانیم، جنگ طلب نیستیم. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، چطور یافتید صحبت‌های رئیسی رو تا الان؟ یکی دو ساعت دیگه بعد سخنرانی رسمیش رو هم پشت سر ما انجام بده که البته اونم به صورت زنده پخش خواهیم کرد، ولی فکر می‌کنم مشت نمونه خروار هست تا اینجا آن چیزی که هم به رسانه‌ها گفتم در بعد به ورودش در نیویورک گفت. چطور می‌بینید تا اینجای کار حرفاش رو؟ بله، جدا از صحبت‌های به هر حال تکراری و فرمالی که در دیدارهای حاشیه‌ای با مقام‌های دیگر کشورها ابراز کردند، حداقل در دو مورد قابل توجه هست صحبت‌های مسعود پزشکیان. شاید بیشتر نه به خاطر معنایی که داره منتقل می‌کنه، بلکه لحن و ادبیاتی که داره استفاده می‌کنه و این وضعیت رو پدید آورده، چه برای کسانی که طرفدارش هستن
هستن چه کسانی که منتقدش هستن. ببینید او در نشستی که با برخی از نمایندگان رسانه‌های آمریکایی داشت، همون قطعه که پخش شدید در اواخر مصاحبه خودش، صحبت از این کرد که جمهوری اسلامی که در واقع در پاسخ به یک پرسشی بود در مورد ارسال سلاح از جمهوری اسلامی به اوکراین، گفت چرا باید ما بجنگیم و باید با هم گفتگو بکنیم به جای صحبت کردن، نباید از موشک و اسلحه استفاده بکنیم، ما حاضریم. و بعد این حرف رو زد که خب در تضاد کامل قرار داره با سیاست رسمی جمهوری اسلامی که هرگز انکار نشده و اون محو اسرائیل از روی نقشه جغرافیا در جهان هستش. میگه که ما باید در اگر اسرائیل سلاح ها رو کنار بگذاره ما هم کنار میگذاریم، و حتی تا اونجا پیش میره که یک سازمان بین المللی بیاد در منطقه و تأمین امنیت بکنه. البته بعد اضافه میکنه که حتی نیاز نیست که این سازمان بین المللی هم بیاد و ما در واقع خودمون هم میتونیم امنیت خودمون رو تأمین بکنیم. ببینید دو نکته هستش. واقعیت امر این هستش که جمهوری اسلامی همونطور که همه شواهد نشون میدن قادر به مقابله با اسرائیل نیست. وارد شدن به یک جنگ با اسرائیل رو بی نهایت به زیان خودش میدونه و این رو هم به صراحت اعلام میکنه. شما ببینید از زمانی که اسماعیل هنیه و فواد شوکت در واقع در یک روز کشته شدن تا الان چه آسیب‌های بیشتری، چه ضربات مهلک بیشتری اسرائیل به اصلی‌ترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی یعنی حزب الله وارد کرده. تقریبا تمام تیم فرماندهی حزب الله رو اسرائیلی‌ها کشتن، اما هیچ در واقع نشانه‌ای از این جمهوری اسلامی بخواد اقدامی انجام بده دیده نمیشه. حتی همونطور که شما هم اشاره کردید آکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی و یک مقام غربی گفته که حزب الله از تهران خواسته که مداخله بکنه، اما جمهوری اسلامی پاسخ داده که الان زمان مناسبی نیست. چرا؟ به دلیل اینکه مسعود پزشکیان در نیویورک به سر میبره. خب این بخش از صحبت ها رو ببینید، بهش برمیگردم چون این رو دیروز در واقع عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اومد از بیخوبان تکذیب کرد. بعد مثلا دیدیم الیاس حضرتی، کسی که سالها مدیر مسئول روزنامه اعتماد بوده، حداقل از اون انتظار میده به عنوان کسی که سالها با جمعی از روزنامه‌نگاران خوب ایران معاشرت داشته، یک همچین کامنتی رو نده که روز در واقع خبرگزاری بلومبرگ شیطنت کرده. و بعد می‌بینیم در گزارش رسمی همین شورای اطلاع رسانی دولت که آقای حضرتی رئیسش هست به صراحت باز تکذیب میشه. امروز با توجه به اینکه ما در واقع ایران اینترنشنال برای اولین بار دیشب این فایل صوتی رو پخش کرد و بعد دیگر رسانه هم استفاده کردن، مشخص شد که این صحبت ها رو در واقع انجام داده مسعود پزشکیان. حالا میبینیم که آقای عراقچی میاد صحبت از این میکنه که علارغم اینکه تکذیب شده بود، حالا میگن که این یک بحث نظری و در واقع تحلیلی بوده در مورد خلع سلاح به طور عمومی. ولی ببینید صحبت این برحال یک نکته هست. جمهوری اسلامی از طریق پزشکیان سعی میکنه که برای رهایی از این مخمصه پیامی آشتی جویانه بده. حتی در مصاحبه‌ای که با CNN با فرید زکریا داشت باز هم حرفی زد که با تمام مغازه جمهوری اسلامی در تضاد هست. گفت که حزب الله به تنهایی نمیتونه در مقابل اسرائیل بایسته و کشورهای اسلامی باید این کار بکنن. تا الان حرف خامنه ای، فرماندهان سپاه، همه مقامات جمهوری اسلامی این بوده که محور مقاومت به تنهایی میتونه در واقع تل آویو رو ویران بکنه، اسرائیل رو محو بکنه، آمریکا رو نابود بکنه، ولی الان میبینیم این هست. بنابراین اصل ماجرایی که در واقع پیام آشتی جویانه‌ای باید منتقل بشه درست هست، اما مسئله این هستش که کسی مثل مسعود پزشکیان آداب معاشرت، آداب دیپلماسی و نحوه صحبت کردن رو در یک همچین فضایی نمیدونه. ببینید کلماتی که به کار میبره، به پیر و پیغمبر ما هم انسانیم، نمیدونم مدام اصطلاحات این شکلی، و اون صحبتی که مطرح میکنه به نظر من بیشتر یک اشتباه سهلیست برای این که در واقع او با این نوع مفاهیم و با این ادبیات اساساً آشنایی نداره و خب این دچار چنین اشتباهاتی میشه. بنابراین حرفای پزشکیان رو نباید به معنای تغییر موضع جمهوری اسلامی گرفت، همونطور که عراقچی میگه، بلکه بیشتر اشتباهی است. ضمن این که فقط تلاش میکنن که یک پیام آشتی جویانه رو در این شرایط و در این مخمصه‌ای که در اون گرفتار شدن بتونن به غرب منتقل بکنن.
ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تورنتو کانادا. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سپاه پاسداران از 10 روز پیش در حال برگزاری یک رزمایش با حضور نزدیک به 300 نیروی شبه نظامی فلسطینی و یمنی در پایگاهی در 110 کیلومتری جنوب شرقی تهران. منابع ایران اینترنشنال میگن محتوای رزمایش و تمرینات انجام شده نشون میده آموزش‌ها تهاجمی بوده و شامل تمرینات جنگ چریکی، حمله زمینی و پیاده، تصرف ساختمان‌ها و گروگانگیری و همینطور استفاده از تسلیحات و ساخت بمب. همکارم شاهد علوی از استودیوی ما در واشنگتن با ماست با جزئیات بیشتر. شاهد، چه میدونیم؟ فرداد، اطلاعاتی که ما داریم نشون میده که در واقع نزدیک به 300 نفر نیروی در واقع فلسطینی و البته یمنی در پایگاه به نام پایگاه شهید شعبانی هستند. این پایگاه نزدیک ورامین 110 کیلومتری جنوب شرقی تهران، نزدیک منطقه در واقع به پارک ملی کویر و بالاتر از دریاچه نمک. خود اینکه این پایگاه اونجا واقع شده در جایی که باید منطقه حفاظت شده باشه، اینم قابل توجهه. گفته شده که این نیروها ده روزی هست اونجا هستن، همین الان آموزششون در جریان هست و ظاهرا تمرین‌هاشون تمرین‌های صرفا آمادگی رزمی نیست، بلکه تهاجمی هست و دارن تمرین‌هایی برای انجام حملات شهری، تخریب و در واقع گروگانگیری انجام میدن. منابع ما این رو میگن. نکته این هست که این مرکز در واقع شهید شعبانی، این پایگاه متعلق به سپاه و نیروی قدس سپاه، قبلا هم درش گزارش‌هایی بوده. این منبع ما هم تایید کرده که قبلا هم نیروهایی از یمن، از عراق، از نوار غزه، از سوریه اینجا آورده شدن، اسکان داده شدن و آموزش‌های نظامی دیدن که در موارد این آموزش‌ها چندین ماه طول کشیده، شامل ساخت سلاح و تسلیحات و بمب، در واقع چگونگی استفاده از بمب‌ها هم بوده برای عملیاتی که معمولا گروه‌های شبه نظامی انجام میدن با عنوان عملیات‌های چریکی یا تخریبی یا مثلا انتحاری. اما نکته قابل توجه دیگه هم که وجود داره این هست که عملا این آموزش‌ها به این محدود نمیشه، سابقه داشته. پایگاه شعبانی فقط یک بخشش هست، در واقع جاهای دیگه هم وجود داشته. اما شاید بد نباشه بدونیم که از جمله اتهاماتی که به بازداشتی‌های محیط زیست پارسیان وارد شد این بود که در جاهایی از کبیر که نباید می‌رفتن عکس برداری کردن. یعنی به نظر میرسه که این مرکز سال‌هاست برای اقداماتی ازش استفاده میشه که حکومت نمیخواد مردم ازش مطلع باشن. چقدر اهمیت داره آموزش چنین نیروهایی در داخل ایران؟ شاید اگه کوتاه بگی. بله، اگر برگردیم به سوابقش، فردادین که قبلا هم نیروهای انصار الاسلام سنی رو در اورامانات کردستان ایران آموزش دادن، نیروهای طالبان رو در خراسان آموزش دادن زمانی که لازم بود طالبان با آمریکا بجنگه، به نظر میرسه این آموزش نیروها برای ایران هزینه بسیار زیادی داره، چون عملا تایید میکنه ایران پشت گروهایی هست که سازمانهای بین‌المللی، کشورهای غربی، آمریکا به عنوان گروهای تروریستی میشناسنشون و اینها کارشون بر هم زدن در واقع نظم و امنیت هست، کشتن هست، قاعده و قانون رعایت نمی کنن، در هیچ چارچوبی نمی گنجن و نیروهای آزادی بخش چریکی هم نیستن، در واقع نیروهای افراطی هستن که دیدگاه های جمهوری اسلامی رو در منطقه پیاده می کنن. این برای جمهوری اسلامی هزینه داره، از اون طرف در واقع یک پروژه شکست خورده است، چون به نظر می رسه نیروها نتونستن این تجربه همین الان یمن و تجربه غزه نشون میده، یا حزب الله در این وضعیت فعلی این روزها، که اینها علارغم سرمایه‌گذاری شدید بسیار بالا نتونستن تأمین بکنن در واقع نظر جمهوری اسلامی اون چه بدون بالش بوده. ممنونم از تو همکارم شاهد علوی از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. بیننده پوشش ویژه برنامه 24 بودید از مقر سازمان ملل متحد. امروز روز اساسی است، روز اول هست. همطور که در ابتدای برنامه دیدید، رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی کرد. قرار هست در بعد از ظهر امروز آقای پزشکیان، رئیس جمهوری ایران مسعود پزشکیان هم سخنرانی بکنه. این رو هم اشاره بکنم که این سخنرانی رو به صورت زنده و با ترجمه همزمان در ایران اینترنشنال هم برای شما پخش خواهیم کرد. نمیتونم زمان دقیقش رو بهتون
بگم، برای اینکه بعضی سخنرانان طولانی تر بعضی کوتاه تر صحبت میکنن، ولی حدس میزنم احتمالاً تا حدود 2 ساعت دیگه سخنرانی او رو خواهیم شنید. آنچه هم میبینید تصاویر زنده است از جلسه شورای امنیت سازمان ملل که در حاشیه مجمع عمومی در حال برگزاریه و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل الان داره صحبت میکنه. فعلا به همین ترتیب میرسیم به پایان پوشش ویژه این بخش برنامه 24 از ایران اینترنشنال. اما در ساعت‌های پیش رو همطور که بهتون گفتم پوشش ویژه ما ادامه خواهد داشت، از جمله پخش زنده با ترجمه همزمان سخنرانی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی اینجا در سازمان ملل متحد. ممنونم از همراهیتون با این بخش از برنامه 24. تا برنامه بعدی، بدرود.